کارا برکت داره، مثل بغل کردن مادر وقتی از تمام دنیا خسته است و تو فقط با یه بغل کردن و گفتن مامان دورت بگردم تمام این خستگی از تنش در میاری. مثل یه نگاه کودکانه به پدر تو هر سن و سالی، وقتی که پدر احساس پیری میکنه و تو میتونی با یه جمله بابا گفتن همه این خستگی از تنش در بیاری و بهش ثابت بکنی که هنوزم مثل یه دیوار مطمئن میتونی بهش تکیه بکنی. مثل وقتی که میبینی میتونی از ماه رمضون هر سالت یه ماه عسل خوشگل بسازی واسه یه عالم بچه منتظر. برکت داره، چون دیدم که میگم ستاره سینما دم رفتن از اوضاع خراب کار و اقتصاد میگه، دم برگشتن با یه تلفن از یه جایی که قرار بوده از طرف خدا براش برسه گوشیشو قطع میکنه. واسه منم برکتش همینه که وقتی به هر ستاره تماس میگیرم میگم همراه ما باشو، تنها جمله‌ای که میگه میگه هستم، بسم الله. استدیو کنسل، کار کنسل، ضبط کنسل. نیازمند عالمم که باشی، وقت مهربونی که برسه پادشاهیته. قرار امروز برای یکی از فرزندان درجه یک سرزمینمون شبنم روی زانوی شقایق لالایی بخونه. خانم ها آقایان، مهمون قسمت چهارم برنامه بگوسی به تیوی پلاس یه ستاره جوون پرطرفدار و درجه یک و با اخلاق از عرصه موسیقی ایران، جناب آقای علی زنده وکیلی. علی آقا خیلی قربونت برم، خیلی خوش اومدید، افتخار دادی. همیشه پیش قدم هم تو کار خیر و واسه همین هم هست که خدا این برکت رو تو زندگیشو جاری کرد. قربونت برم علی آقا، افتخار دادید. از بین این پاکت های آرزوی بچه های ما یکی رو به انتخاب خودتون بردارین که بریم سراغ زندگیشون انشاءالله. مرسی. میریم تو ماشین باز میکنیم، پیشبینیشون هم ما بگیم دوست دارین دختر باشه یا پسر و فکر میکنین آرزوش چیه؟ من از خدا میخوام که هر چی که هست، چه دختر چه پسر، امیدوارم انقدر لایق باشم که بتونم خواستاشو برآورده کنم و در این امر خیر سهیم و شریک. همین که امروز به ما وقت دادین و افتخار دادین واسه ما یه دنیا ارزش داره. مرسی. بچه‌ام کیف میکنه. بفهمید بفهمید. علی آقا خیلی خوش اومدید. قربونت برم عزیزم. مخلص شما. قربونتون برم. مرسی. افتخار میدین پاکت آرزو این قسمت ما رو باز بکنیم. بله. ببینیم سراغ کی بعد بریم. هانیه 12 ساله. بله. به تالاسمی ماژور و ماهی دو بار هم خون تزریق میکنه. پدر هم که یک چشم نابینا داره و شغلش چاکو تیزکانیه. دست های مادر هم تا بازو سوخته و ساکن در زیرزمین مسجدی هستن که بچه به خاطر مریضی اون دختر ظاهرن به مدرسه نمیرن و آرزوش هم یه دونه دوچرخ هست. الهی، شما آرزوی از بچگی مونده واسه تون که بهش نرسیدین؟ والا من انقدر خدا رو شکر پدر و مادرم، یعنی به دیشب داشتم به این فکر میکردم، خب پدرم که 9 ساله که عمرشون رو دادن به شما و خدا رحمتشون، اما مادرم خدا حفظشون کنه انقدر دو خوب عزیز و انقدر برای من زحمت کشیدن که واقعا نه همینجا آرزوی هیچ وقت تو دل من نبوده، ولی امیدوارم گفتم لایق این باشم که بتونم آرزوهایی که خب عزیزانی مثل از دست این انسان هایی که واقعا نیازمندن و چقدر آرزوشون ساده است، بله، خودشون پاکه، بله، امیدوارم بتونین برآورده کنین ایشالله به امید خدا. علی آقا شما خودتون وقتی بچه بودین چی خوشحالتون میکردن؟ چی هدیه میگرفتین؟ حالتون جا میمد؟ یا بهترین هدیهی که گرفتین؟ ببین خب من توی حوزه موسیقی از کودکی فعال بودم، خب پدرم بله. همیشه برام سازهای مختلفی گرفتن و این خب منو خوشحال می‌کرد. مثلا یه بار پدر میومد میدیدم که برام تنبک گرفتن، یه بار زنگ می‌زد که علی پیانو برات خریدم، یه بار گیتار خریدم، سنتور خریدم واسم، و خب همه اینها هدایایی بود که من هیچ وقت فراموش نمی‌کردم.
خب لحظه به لحظه زندگی من میگم وقتی تو پدر مادری داشته باشی که حتی آرزوهایی که به ذهنت هم خطور نمی کنن و خواسته هایی که اصلا شاید بعدها تو بهش نیازمند بودی رو در اون دوران برای تو برآورده کردن، خب واقعا خاطرات قشنگی و آرزوهایی که از قبل برای تو برآورده شد. قطعا همینطوره، ولی به ما نگفتین که در واقع کدومش همه بیشتر ذوق زدت رو میکرد؟ ببین واقعا نمیتونم بگم، شاید خب من عاشق ساز بودم دیگه، مثلا پیانو خیلی دوست داشتم، یکی از اون سازها پیانو بود که پدر من برام یه شب زنگ زد، مثلا ساعت 9 شب بود، گفت علی بیا کارت دارم، رفتم اونجا و گفت که این پیانو رو دوست داری؟ و گفتم که گفت خب اینو من برات خریدم. آخه میدونی مثلا این یکی از خاطرات خوبیه که همیشه زنگ پدرم رو یادمه که به من ساعت 9 نیم بود، منم اون روز اگه اشتباه نکنم اردو بودم، از مدرسه می اومدم، از اردو برمیگشتم، خب بچه ها بودم و وقتی که بدنم بهم زنگ زد گفت همین الان بیا کارت دارم، بعد رفتم دیدم اونجا اون سازو برا من گرفتن، خیلی خیلی خوشحال شدم. پس بابا پولدار بودین شما؟ ببین پدر من، نه خب بذار من اینو بگم، پدر من راننده ماشین سنگین بودن و به قول خودشون یه شوفری که عاشق بچه هاشه. پدر من به سختی پول در می آورد، همین جان نمیگم نه پولدار بودیم آنچنان که خب به هر حال نه نیازمند نه محتاج نشد، خدا رو شکر در حدی که پدرم همیشه میگفت در حدی داریم که نیازمند بنده خدا نشید و این کافیه، خدا رو شکر پدر من واقعا به سختی کار میکرد و اتفاقهای خوبی هم در زندگی من برام خورد با وجود و حضور ایشون. وقتی شما رو صحنه میرین، حالا تو کنسرت ها، تو مراسم های مختلف، پشت پیانو میشینین، بابا رو حس میکنین؟ 100% خوابش هم دیدین؟ زیاد، خیلی زیاد. یادتونه وقتی که بچه بودین؟ میدونم که خیلی اصرار داشتین که من میتونم که تو موسیقی به جایگاه خوبی برسم. آخرین قولی که به بابا دادین چی بود؟ که بذاره شما بیای تهران. اگه این داستان تو سن کم برگ اومدن تهرانتون رو به بابا بگین که لطف بکنه. ببین عزیزم، واقعا همیشه چه گفت پند و نصیحت پدر من از کودکی این بود که هدفت رو مهمترین و اولین خواسته زندگیت قرار بده. بله، یعنی این که من همیشه پدرم میدونست، از کودکی میدونست که من عاشق موسیقیم. این خاطره رو بگم که خب پدر من مخالفت میکرد که میگه موسیقی رو دنبال کن اما به شرط اینکه رشته تخصصی تو نباشه. یعنی تو یه رشته تخصصی داشته باش، چون که خب به هر حال من در بستری بزرگ شدم که موزیسین های مختلفی هم مشاورهای من بودن و از دوستان پدرم بودن و خب پدر من صحنه هایی رو دیده بود که خیلی دوست نداشت من تخصصی موسیقی کار کنم. درسته، اما تا اینکه مادرم ایشون رو راضی کردن که من وارد هنرستان موسیقی بشم. بعد زمانی که من خواستم بیام تهران، یه روز خب پدرم من بعد از 7 دختر علی بعد یه پسر. یه پسر که خب به هر حال حالا من دو تا برادر دیگه دارم ولی پدر من روی من خیلی حساب باز کرده بود و خب عاشقانه منو دوست داشت. بعد اینکه زمانی که به ایشون گفتم من باید برم تهران و خب اون موقع 14 یا 15 سالم بود، بعد دوم دبیرستان یا هنرستان من میومدم تهران. بله، بابای من جا خورد، اصلا باورش نمیشد که من بگم که بابا مثلا من اگه اجازه بدین برم، ولی چون که اتفاقهای خوبی برای من رقم خورده بود توی نوازندگی و من 2 سال پشت سر هم، 11 سالگی و 12 سالگی، 2 سال پشت سر هم دیپلم افتخار نوازندگی سنتور رو داشتم در جشنواره موسیقی فارس، پدرم گفت باشه 1 سال امتحانی برو و ببین آیا اصلا میتونی نمیتونی. تک و تنها. البته خب من همخونه داشتم. بله، ولی خب خانواده ای نبود، با ما خودمون بودیم و خب خیلی جالب بود همین جان که من قول دادم که هدفم جز هدفم به هیچی دیگه فکر نخواهم کرد و شما این اجازه رو به من با ما هم گفت باشه 1 سال برو و منم کنترل از راه دور مراقبت میکنم و خب این یکی از اتفاقها و قولهایی که من به پدر دادم و پدر از من خواستن هدفم رو هیچ وقت فراموش نکنم و تا پای جون براش بجنگم. هیچ وقت یادم نمیره، میگفت علی زنگ زدن گفتن پدرت مرد،
اگه کار مهمی داشتی کارتو ادامه بده، چون اون کار تو و امید تو و تدبیر توئه که آینده توئه که تو رو بزرگ میکنه. اون لحظه که متاسفانه اون خبر تلخو به شما دادن، شما قطعا اینجوری فکر نمی کردی. واقعا نه. خیلی جالبه که امروز اصلا روز تولد پدر منه. بله، آخه خدا بیا ورزه تولد پدر منه و به به خیلی جالبه که حالا مصادف شده با این اتفاقها. اما اینو بگم که حمید جان، خب خوب نبود واقعا. من یه هفته حالم خیلی بد، ولی به خدا هیچ وقت یادم نمیره من زمانی که رفتم سردخونه، چون خودم و پدر من پیکرشون توی کرمان ما مجبور شدیم تحویل بگیم، چون که پدر من رفته بودن زابل و یه بار خالی کنن اونجا توی اغمای کبدی رفتن، و چون زابل بیمارستان درست حسابی نداشت مجبور شدن که توی همون آمبولانس از زابل تا کرمان بخواد پدر منو بیاره. پدر من دیگه اونجا تو اغمای کبدی رفته و یه زمانی که من رفتم بالا سرشون ایشون دیگه هوشیار نبود، فقط در اثر تصادف این اتفاق. نه پدر من توی خب دو سال آخر زندگیشون خیلی دکتران تاکید کردن که آقا کار واسه شما سمه، ولی میگم پدر من چون عاشق کار و زن و بچه و عاشق زندگی بود تا لحظه آخرم کار کرد. و پدر من توی سفر میگم بار برده بودن زابل که بارو خالی کنن، توی همون موقع حالشون بد میشه و دیگه خودشون به بیمارستان وقتی مراجعه میکنن متاسفانه دکتر میگه که ما اینجا نمیتونیم کاری کنیم، سری باید شما بری کرمان. توی این فاصله که با آمبولانس بیارن ایشونو کرمان، پدر من میره توی اغمای کبدی و خب دیگه آخرین دیداری بود که ما آذر ماه 87 هیچ وقت یادم نمیره بین عید قربان بود تا عید قدیر خون، که من عید قربانو همیشه خب زنگ میزدم به پدرم تبریک میگفتم، چون که پدر من نذر کرده بود واسه من آخه آقا اگه پسر گیرم اومد من سعی میکنم از الان هر عید قربان نذری بدم. و متاسفانه زمانی که خب خبر بعد یادم آخرین بارم تلفنی که با من صحبت کردن گفت علی سری خودتو برسون میخوام ببینم، ولی دیگه زمانی که من رسیدم اونجا پدر دیگه هوشیاری نداشتم. اما میگم خیلی یک هفته بسیار حال بدی داشتم، ولی از اونجایی که همیشه دستان خدا، حضور خدا، بله، مهر خدا رو تو زندگیم در پدرم هم دیدم، یعنی اینو پدرم هم به من یاد داد، هیچ وقت ناامید نشد و ادامه. علی آقا تولد بابا رو تبریک میگیم بهشون. بله، من امروز پستو گذاشتم. به خیلی جالبه، پدر من همیشه یه ترانه میخوندن برای من، اتفاقا پستم هم همین پرستویی شد و پرورزنان رفت به صحراهای بی نامونشون رفت. و من دقیقا همون سالی که پدر رفتن من این کار رو رفتم ضبط کردم و امروز با یه سری از عکساشون و اینو پست گذاشتم. ولی تبریک میگم به خانواده‌ام، به مادرم، که اینم بگم مادر من
13 سالشون بوده ازدواج کردن و پدر من 18 سالش بوده اولین بچه‌شون 14 سالگی، یعنی مادرم 14 سالش بوده که اولین دخترشو میاره. تبریک میگم به 7 خواهرم، تبریک میگم به 2 تا برادرم که ما قدردان زحمات پدرم همیشه بودیم و هستیم و میدونم که خواهیم ماند. یه خاطره جالب تعریف کنم. یه بار گفتم بابا بذار قدردانی تمام این زحماتی که تا امروز برای من داشتی یه بار روی صحنه ازت تشکر کنم. شیراز دیدیش وقتی آدم بود. بله قسم داد به من بود جان من این کارا الان نه آفه. نه بعد من هرچی میگفتم آخه چرا میگفت نه. بعد خیلی جالبه من ردیفه یک برایشون صندلی گرفتم ایشون نیومد رد ته سالن نشست. فکر میگم من این کارو میکنم سورپرایزش میکنم. حالا پیش خودم گفتم کاش اصلا نگفته بودم که من اونجا تشکر میکردم و خب امروز دارم این کارو چون که فرصت از دست دادم. ولی سعادت اینو نداشتم هیچ کاری کنم. یک بار میگم این به ذهنم رسید که بابا بذار که من تشکر کنم ازت ولی نشد. آقا از المانای دهه 60 کدومشو بیشتر دوست داشتی؟ خب ببین همین جنان الان امروز بچهای امروزو که میبینم خب بازی‌های کودکانه ما مثل هفت سنگ، مثل بله. زو، مثل نمیدونم خیلی خیلی بازی‌هایی که گل کوچیک بعد نمیدونم یادت کلوپایی که زده بودن ما میرفتیم سگا بازی میکردیم نینتندو بود نمیدونم میرفتیم من آره من عاشق سگا بودم خب آره بعد دیگه خب حتی کارتونایی که میدیدیم نمیدونم فیلمایی که پخش میشد اون زمان اینا همه برای من خب یه خاطرات جالبیه که بعضی موقع میشینیم با بچه ها حرفشو میزنیم صحبتشو میکنیم اصلا میریم توی دنیای دیگه. بله همین امروز با یکی از هم هنرستانی هم داشتم میگفتم که یادت شیراز آش سبزی میگرفتیم بعد نارنج میکندیم از درخت مدرسه‌مون با نون سنگک میخوردیم میگفت وای علی هنوز طعم اون زیر دندونای منه یادم نمیره. خب همه اینها برای ما خاطره شده و اینقدر قشنگ و اینقدر بعضی موقع من سفر میکنم توی اون دوران برام جذاب. اما امیدوارم سوال باحالی بودی. نمیدونم بچه های امروز هم آیا مثل ما این چون که دیگه تو کوچه ها من میبینم اصلا بچه ای نیست نمیذارن اصلا نه خودش نمیدونم با حضور این تبلت و موبایل و دیگه تو دست همه بچه ها همه چی هست آیا واقعا کارتونی هست که اینها یا فیلمی هست که باهاش خاطره بسازن؟ نمیدونم. شما واسه چی اومدین امروز تو این برنامه؟ خب قطعا این که بتونم سهیم باشم تو این روزهای مبارک روزهای خداست به نام خداست بتونم سهیم باشم دل یکی رو خوشحال کنم و دعای اون همیشه منو از قضا و بلا و آسیب ها دور کنه. و پیش بینیتون اینه که بعد از اینکه این دختر خانم خوشگل قصه ما امروز شما رو ببینه و حالا آرزویی که واسش در واقع داریم تهیه میکنیم پیش بینیتون چیه؟ حالش چجوری میشه؟ و دوست دارین حال خود شما بعد از اینکه ما از خونهشون بیایم بیرون چی باشه؟ ببین قطعا من دوست دارم سبک شم. من دوست دارم احساس رضایت داشته باشم. البته همین من اینو بگم جلوی دوربین دارم میگم گاهی اوقات میگم که کاشکی کارهای خیر ما خیلی رو نباشه ولی درسته. حالا این لطف شماست اختیار من خودم شخصا ذاتا منو میشناسی میدونی بله که بله بله اهل بازی هم نه هیچ چیزی دارم همیشه رو بازی کردم بعد به زور بیاریم این که دم شما گرم که محبت میکنید معرفی میکنید و خب چند ساله که ما داریم این کارها رو انجام میدیم چه حالا تو اجراهامون بوده بله. و حالا هم که امروز این اتفاق میگم دوست دارم دعای خیر این بچه ها که دلشون خوشحال میشه و شادن بدرقه راه ما خانوادم برادرام خواهرام نبههای خانوادم همه اینها باشه. ما یه طرحی داریم به اسم طرح محسنین. شاید شما شنیده باشین طرح محسنین رو. آدما میتونن از حداقل با 50,000 تومان سرپرستی بچه رو به عهده بگیرن. بله. یعنی فقط با 50,000 تومان. حالا کسی که بیشتر توان مالیش داشته باشه که دمش کم ولی با کف 50,000 تومان میتونن این کار رو انجام بدن. میخوام اصلا بپرسم که اصلا خودتون موافق این کار هستین یا خیر و اگر هستین یه جوری اینو در واقع به ما بگین که ما این طرح رو بتونیم تبلیغ بکنیم چون خیلی بچه داریم تو تمام شهرستان‌های دورافتادمون که با 50,000 تومان زندگیشون برعکس برمیگرده واقعا. خب اینو از شما بخوام. من که خودم نفر اولم تو صف اول وای میسم هر چی کاری با این که یعنی چند تا برمی‌دارین شما والا هر چی بیشتر بهتر. شما چند تا فکر می‌کنی که من نمی‌دونم تعداد خب 5 تا خوبه 5 تا عالی
عالی، خدا بهتون برکت هم بده. قربونت برم. دختر و پسر حتما. میشه دنیا رو از نگاه یه بچه کودک کار یا یتیم واسه ما تعریف بکنی؟ ببین خیلی حال عجیب و غریبیه، نمیدونم، ولی اگه بخوام ثانیه ای هم خودم رو جای اونا بذارم، البته همین دینو بگم و بله. گاهی اوقات ماها به دیدمون عوض میشه، گاهی اوقات ما انقدر سیر میشیم یا زود به یه نتایجی میرسیم. خیلی بله. خطرناکه اگه که آگاه نباشی و زود یه دفعه سقف آرزوهات پرشه. 100%. تو دیگه دیدت نسبت به دنیا خیلی خیلی سطحی خواهد شد، ولی اونها امید دارن. من بارها با هر کدومشون که صحبت کردم دیدم که نه بابا چقدر انگیزه دارن. بله. اگه بخوام از بخش امیدشون بگم که من با اونا هم نمیدونم هم دردم، یعنی سعی میکنم که نگاه هم مثل اونها باشه، ولی خب به هر حال یه جاهایی هم شریکشون میشم تو غمشون، توی آرزوهاشون، نداشتنهاشون، و سعی میکنم که بتونم یه کوچیک از اونها رو همراهی کنم، باشون باشم. دست شما درد نکنه. من شاید هیچ وقت ازدواج نکنم و بچه دارم نشم. چرا؟ شاید، دارم میگم شاید. خب اگه این اتفاق نیفته من تو زندگیم کلی بچه خواهم داشت. الهی. که اینو که دارم میگم خب دیگه اتفاقه، یه چه میدونم، شاید تقدیره. مطمئن باش حالا چه داشته باشم چه نداشته باشم، اگه نداشته باشم که خب من احساس میکنم وظیفه منه که بتونم بچه هایی رو حمایت کنم یا اون حسه رو، حس پاکی رو نسبت بهشون داشته باشم. باور کن دنیای بچه ها یه دنیای الهیه که تو ازش یاد میگیری و توش پر از نکته است برای هدفت که میخوای به جلو حرکت کنی. من اینو دیدم، چون شاگرد درس دادم دارم میگم، توی کلاس هم اینو دیدم، از بچه ها یاد میگیرم، چون که باور خالصانه و پاکی دارن و انقدر نگاهشون قشنگه به دنیا که من دوست دارم همیشه غرق باشم تو اون دنیا. حتی تو اون کتاب اسکابلشین میگه این که آقا دنیای کودکانه خودت رو کنار نذار، باور کودکانه خودت رو، چون صداقت توشه، چون یه حال ناب و عجیبی توشه، اونو کنار نذار. گاهی اوقات ما فکر میکنیم با بزرگ نمایی، بزرگ بینی خیلی خاص میشیم، ویژه میشیم، در صورتی که این نیست. گاهی اوقات دور میشیم. بله. اصلا نگاه ما رو دور میکنه. اما همیشه مخلص این بچه ها هستم من، واقعا مخلصشونم، یعنی کوچیکی میکنم، چکرشونم هستم و دمت شما گرم. بتونم هم هر آنچه تا زنده هم از دستم بر بیاد برشون انجام بدم. دمت شما گرم. ولی من فکر یعنی خیلی بعید میدونم که شما با این حس پاک و اینقدر صحبت‌های خوشگل و عاشقانه دوست داشته باشین پدر بشین خودتون. ببین من یه چیزی رو بگم، امروز وقتی حس پدر خودم، وقتی که من میومدم شیراز می‌خواستم برگردم، بله، انگار بابام برای اولین بار بود که می‌خواست منو بدرقه کنه به سمت تهران. گریه، زاری، ناراحت، اصلا میرفت تو اتاق شروع میکرد. بعد من میرفتم و گفتم بابا آخه چرا؟ میگفت که یه دو روز دیگه هم بمون. مثلا من بلیط هواپیما داشتم و میرفتم و من این حال بابامو میدیدم، گفتم امروز حال مادر خودم رو که میبینم یا حسین خیلی عجیبه این حال داشتن. بله. آیا من جنبه اینو دارم؟ همین جان بچه دار شدن، یک ازدواج کردن و بعد بچه دار شدن شوخی نیست. من شاید حالا این باب باز شد، اینو بگم که شوخی نگیریم خیلی چیزا. بله واقعا. میدونی این یه دونه اتفاق، یعنی این دوتا اتفاق توی زندگی ما بازی نیست، یعنی تو نمیتونی راحت با احساس یک زن و بعد یک موجودی که حالا چه دختر چه پسر تو میاد و وظیفه داری تمام و کمال زندگی تو واسه اون بچه بذاری. من خودت میدونی آدم سختگیری و سختبینی نیستم. بله. اما همیشه میگم که باید همه جوره در خدمت اون زن و فرزند بود. امیدوارم که اگه این اتفاق میفته خالصانه باشه، چون که اینم نیاز داره به یک خلوص نیت. بله. یعنی همونطور که من میام خدمت میکنم به یه سری آدم نیازمند، همیشه خانواده تو در اولویتن. من تا امروز که خب خواهر برادر یا مادرم همیشه اولویت قرار میدم، یعنی خودم رو همه جوره خادمشون میدونم. بله. و بعد عزیزانی که حالا توسط شما معرفی میشن و بعد حالا اگه مرحله بعدی زندگی من یک همچین
به هر حال رویداد بسیار مهمه، نباید شوخی گرفتش. شما یه اجرایی داشتین که یه اکیب، یه گروه خیلی باحال از کودکان کار با شما، بله، اومدن شما ساز میزدین، پیانو میزدین و وسطتون میخوندن. تجربهش چطور بود؟ بی‌نظیر، بی‌نظیر. داستان کدوم یکی از بچه‌ها وسطتون عجیب تر بود تون اکیپی که اومده بودن؟ ببین همین جون بهت گفتم خیلی دنیای این بچه ها وقتی باشون مثلا گپ میزدم جالب بود که مثلا یه سریشون میگفتم من میخوام فوتبالیست شم، یکیش میگفت من میخوام خواننده شم، یکیش میگفت من دوست دارم مثلا نمیدونم تو همین میوه فروشی مثلا تو آره تروار باشم. خیلی جالبه این که یاد گرفتم ازشون دیگه، یه امیدها و یه باورای قشنگی دارم که من احساس میکنم باید خودت رو کنارشون قرار بدی، بله، تا یاد بگیری. تجربه بسیار ناب و خوبی بود، همشون برام جذاب بودن، همشون بهم یاد دادن. ما خوشبختیم از آشنایی با شما، افتخار میکنیم امروز دیده بهتون. دومی که آقای زندبکی که خب امروز جزء ستاره های موسیقی ایران هم پرطرف دارن، همه دوستشون دارن واقعا. نه اصلا بحث چیزی نیست، امروز تا الان حدود 3 ساعته که ما درگیر این برنامه ایم، تو مسیریم، رفتن آرزوی شما رو هم خریدن، اومدن که شما رو ببینن که امشب ایشالله بذره دل خونتون شادتر باشه و خوش بگذره. این شما آقای زندبکی که دوست داشتن شما رو ببینن و که هر چی که دوست دارین با هم حرف بزنید و کیف کنید. زنده خوش باشید. من که درس ششم خوندم، بعد به خاطر بیماری نتونستم به مدرسه برم، چون موقع امتحانات و سر کلاس بودم، به خاطر بیماری اجازه نگرفتم که برای خونم برم. بعد دوستان میپرسیدن که شما کجا میرید، بعد از جایی که آمپول میزدم معلوم بود، میگفتن که شما رفتن چی کار کردید. من به خاطر همین خجالت کشیدم و به مدرسه نرفتم، به خاطر همین نتونستم دیگه زیاد درس بخونم. ادامه نمیدی؟ ادامه که میدم ولی میترسم دوباره نسفت. ایشالا که پیش نمیاد و ما فکر کنم بعد یه این موضوع رو هم با حالا نمیدونم کسایی که تو مدرسه هستن به هر حال مسئولی میتونن این وظیفه رو داشته باشن که بچه هاشون رو آگاه کنن. بله. نمیدونم از طریق من این اتفاق میتونه بیفته که صحبت کنم که به هر حال این بدبینی نباشه نسبت به هانیه خانم. بیشتر معلم هم به بچه ها میگفتش که این اتفاق. بله. موقعی که زیاد درس میخوندم من زیاد فکرم به هم تزریق خونم بود، بعد معلم منو میزد دیگه نمیدونستم چیکار کنم. همش گریه میکردم، فقط یعنی درس اصلا نمیتونستم بخونم. خب این یا میتونه مثلا با تغییر مدرسه اتفاق بیفته، بتونیم با آره مدرسه شون حالا هم من آقای شویری صحبت کنیم،
حتی تغییر مدرسه اگه که باعث میشه که این بدبینی از بین بره. بله چون جا بمونی خانم الان سه ساله که من مدرسه نمیرم، بیشتر هم به خاطر تزریق. سه ساله نمیرم؟ آها دیگه نرفتی؟ نه نرفتم، من خیلی دوست دارم که به مدرسه مدرسه. حتما این کار رو بکن، حتما این کار. شروع از امسال میری؟ بله. حالی خانم هم مراحل درمانیتون هم به ما بگین؟ من چی جوریه؟ باید خون تزریق کنم سر نوبت، الان 27 دوباره باید برم برای تزریق خون. تزریق میکنن برام دو کیسه، بعد دارو بهم میدن، داروامو باید بخورم سر موقع. الان که زیاد بهش اهمیت ندادم، آهنم رفته بالا، بعد برم بیمارستان بستری بشم که ببینم آهنم پایین میاد یا نه. مراحل رو مرتب درست حساب، یعنی زمان خودش انجام داره. بعد دسفرال داره، دسفرال که دستگاهشو ندارم، اگه نزنم آهنم بیشتر به بالاتر میره. بعد دیگه رنگم سیاه میشه، مثلا من نیست چه میشه. یه انشالله که خوب میشی، توکل به خدا کن، مطمئن باش که خوب میشی. و ما در تمام این حالا بابی رو که حمید خان محبت کردن شما رو و ما هم اگه لایق باشیم کنارت هستیم، کنار شما، کنار پدر، کنار مادرتون و هر آنچه که فکر میکنید از دست ما برمیاد، ما هم به سهم خودمون کنارتونیم. از خانواده خودتون میدونید ما رو هستیم کناره. ما هم هستیم، ما هم برادر در کنار شما این و از خدامونه. همیشه با علی دعا میکنیم، میگیم خدا کنه که یه اتفاقایی بیفته که ما تو این مسیرها قرار بگیریم. امروز با کمک بچه های تیوی پلاس که زحمت کشیدن و این شرایط رو فراهم کردن، اومدیم افتخار دیدن شما رو بگیم. رنگ دوچرخه تو دوست داشتی خانم؟ خیلی عالی. انتخاب علی آقا بودم. ممنون، دستتون درد نکنه. من شنیدم که شما هم، شما حاج خانم هم هر حال از خودتون بگین برام. من از خودم که گرفتاری که تو زندگی زیاد دیدم، از اون که ازدواج کردم، بچه داشتم، زندگیم همش با مشکل بوده، ولی خب یه جورایی با همکاری شوهرم رد کردیم مشکل ها رو. مثلا تا اینجا که تونستیم، حالا هر جوری بوده، با مشکلات جنگی بود تا الان. الان که دیگه خیلی برام سخت شده، چون دخترم بزرگ شده، مشکلاتش هم بیشتر شده، با خودش بزرگتر شده. مثلا روزایی میشه که مثلا من میخوام برای تزریق خونش برم، خیلی برام دشواره. مثلا با کرایه، با این خرجای گرون تا برم برسم اونجا، مثلا من با 7 صبح اینجا بلندشم برم بدون مثلا چیزی که مثلا تو دستم باشه. حالا شما دیگه غریبه نیستیم، بالاخره اومدیم تشریف آوردیم. یه موقع دیگه اصلا پولش هم قرض میگیرم میرم، چون خیلی واقعا شوهرم کارش بده، نمیتونم. درآمدمون خیلی کمه، درآمد در که زندگیمون مثلا برای خونه، برای مشکلاتمون، برای بچه ها خیلی داراش مثلا نمیرسم بگیرم، چون هر ماه باید این دارو بگیره. چون الان نگرفته بیر آهنش رفته رو 2000 خورده. دوبزش میگه چرا اینقدر بالاست؟ بودم پاشم یه وسیله باشه که ما بودجهمون به اون نمیرسه که بگیریم. الان دستگاه میخواد 3 میلیون خورده ایه. من ندارم برش بگیرم، باید بره بخوابه. مثلا با خوابیدن تو مثلا 10 روز اینا میخوابونن، آهنشو کاری میارن. اون دستگاه رو باید بگیریم درسته؟ آره، اون دستگاه رو که خودشون میدن، ولی خب قبلا رایگان بود، الان پولی کردن. میگه باید حتما اون دستگاه رو داشته باشه که شبا بهش وصل بشه تا صبح که آروم آروم. مثلا به کجا باید مراجعه کنید؟ یعنی چه نهادی هست که همین انجمن تالاسمی کرج با اونجا بهمون میدن؟ انجمن تالاسمی. بسیار. این مشکلات که با این بچه خیلی زیاده مشکلات ما. من خوندم که حاج آقا هم نیاز به یه موتور دارن که بتونن کارش خیلی واقعا خیلی کارش درد داره و کارش هر داره، چون همش باید راه بره تو کچه، کارش آزاده. کجا چاقو توش میکنه از این کچه به اوچه آسان کسی هم چاقو تیز میکنه؟ فقط یه بخار نمیره دیگه، همین. اگه الان وسیله ای باشه که بتونید باشه، اگه روزه هاب کنید ممانعتی میشه؟ یعنی شنیدم که اصلا از مثلا اینکه مثلا فقط برای گواهی نامه روش گیر میکنه، گواهی نامه موتور نمیتونه بگیره چون
معلولیت داره بهش نمیدن. ولی خب قبلا یه دور از این چیزای دست و دوم گرفتیم باش میرفت تو کوچه ها. بود آیش تو بود خدا تو بود میتونست من پیاده دیگه راه نره با اون موتور این بر بر کنه اینجوری بود. ولی اونا ازش گرفتن چون گواهینامه نداشت ازش گرفتن دیگه نتونستیم بگیریم. آه خطر گواهینامه هم بیشتر چیز نداشت من کارت و چیز هم نداشت کلا نداشت خیلی تا حد بودم باشه هم خودم هم درچه هم سر راحت بودیم باشه. لطف خدا و نیت پاک خیلی از اشخاصی که باز شدن ما با شما آشنا بشیم ما هم گفتم عضوی از خودتون ما رو بدونید و هر آنچه که هست ما در خدمتیم. نمیدونم حالا هم با نهاد انجمن تراسمی باشه صحبت میکنیم واسه اون دست با واسه اصلا کلن تردد شما شما هرچی باشه حاجی خانم حتما ما پیگیری خواهیم کرد. نگران نباشید. از بچگی بدن سوخته کنه شما جایی تا داشته منی کلن بدن سوخته حرف دستان اصلا کار کردن یه برام سخت دارن هم کتفم آرتروز گرفته پاهم کردن تیوز با پرید با دخترم رفتن پاهم زانم ثابت دیگه پیدا کرد دیگه نمیتونم مثل اول کار کنم اصلا الان سرایدارم نمیتونم دیگه واقعا برام سخت دارم این پلا بالا برم بیا سرایداری نه حقوقی نه هیچی چیزم که بهم نمیدن فقط هم برای میشینی دارم برای فقط همون فقط هم میگن شما چون نشستی میگه همین کافیه نه حقوقی نمیدن اصلا هیچی هیچ کمکی مثلا از این تو بهم نمیشه بعد خودم که دیگه برام سخته نمیتونم واقعا مثلا یه جای اول میرفتم کار میکردم کتاب نمیتونم سرکارم نمیتونم برم مثلا خب دیگه اگه کارم نباشه دیگه تو زندگی چیزم نیست که مثلا اینو بخرم اونو بگیره برای زندگیش بلاخره سخته زندگی اینجوری حالا کسی هستن که میلیاردی باز میگیرن حقوق دارن میگن ما چیزی نداریم دیگه وای بالا ما کسی اصلا همه چیمون زیر صفره خیلی سخت زندگی درست میشه ایشالله اگه مثلا میگم اگه باز یه چیز سخت میام از خود آدم بالا سرشده بگیده که کار برای خودشه دیگه حالا یه دوست داره کار میکنه نداریم ولی اینجا باید حتما من ساعت 6 صبح برم بالا کار تا ساعت 12 دوباره بیام پول هلکی چیزی درست کنم برای بچه هم برای شما سر کار میام دوباره باید برم بالا تا 10-11 شه باز سوار همون اصلا نه خواب دارم دیگه نه خوراک اینجا سخته برام دیگه. شما حالا آج خانم دیداره امروز رو به فال نیک بگیریم و این آشناییه رو و این ملاقاته رو و مطمئن باشین که ما با تمام قدرت تا اونجایی که بتونیم کنارتون هستیم دیگه اینشالله غم و غصه از زندگیتون کم کم رخ میبنده و مطمئن باشین آقای زرنه وکیل، آقا محمود و خود بچه های تیوی پلاس به عنوان یه دوست واقعی کنارتون هستیم یعنی نمیذاریم دیگه خیلی بد بگذره حتما قسمت بوده که ما اینجاییم به امید خدا ایشالله سلامت باشین. دیگه نوبت اینه که علی آقا یه قول از هانیه خانوم بگیره و یه کم کم رو بگیره هر قولی که دوست داری. گفتم حتما درستتو ادامه بده ناامیدم نباش به خدا هم توکل کن و ما رو هم دعا کن چی دیگه نه و مطمئنم که این اتفاق میفته دعای خیر شماست که بزرگی راه ماست و ما هم سر میزنیم به اگه تهران هم اومدید ما در خدمتتون هستیم. علی آقا تجربه دیدار هانیه چطور بود؟ بسیار خوب و امیدوارم که سبب این کار خیر و یک بابی باشه برای اینکه ما بتونیم همکاری کرده باشیم و تمام عزیزانی که فکر میکنن واقعا از قبیل این خانواده ها بسیار بسیار زیاده کمک کنن. میدونم که توی یه بخش از زندگی هممون اتفاقهای خوب خواهد افتاد و دعای این عزیزان بدرقه راه ما باشه
از خیلی از اتفاقهای بد روزگار به دور خواهیم بود و من خوشحالم که امروز این اتفاق افتاد و به هر حال ما مخلص پشیمون نیستیم 3-4 ساعت تو راه و گرما نه بابا نه ما انقدر تایمای زیادی داریم که بیهوده میگذرن که اینها توش با ارزشترین و ویژه ترین در جایگاه الهی است. برداشت شما از شخصیت هانیه چی بود قربان تو این دیداری که اتفاق افتاد؟ خب واقعا اون خلوص نیت و پاکی و بچگی و تصورهای قشنگی که توی نگاه هانیه بود برای من ارزشمنده و ما حرفا رو شنیدیم، امیدوارم لایق باشیم که بتونیم اون سهیم باشیم توی دردشون، درد مشترکی باشه و ما هم از خانواده خودمون ببینیم و کنارشون بیستیم.